ظاهرا ادامه منجمد ماندن ذخایر ارزی و تحریم ها از سوی ایالات متحده بر کشور به نگرانی جدی کابل بدل شده است. چنانچه سرپرست وزارت خارجه در نامه ای از کانگرس ایالات متحده خواهان رسیدگی به این مسئله شده است. این نامه در نوارهای ویدیویی از سوی سخنگوی وزارت خارجه نیز بازخوانی و پخش شده است. این جای تعجب است که با اعلام دولت جدید افغانستان، دولت آمریکا محدودیت بالای ذخایر بانک مرکزی ما وضع کرد. این برخلاف انتظارات ما و توافق دوحه است. امیرخان متقی در این نامه گفته که نیاز از هر دو طرف گام‌های مثبت برای اعتمادسازی بردارند. او گفته است که اگر اوضاع کنونی ادامه یابد، دولت و مردم افغانستان با چالش‌های روبرو خواهد شد. ما باورمندیم که مسدود کردن پولهای افغانستان نه مشکل را حل می کند و نه خواست مردم امریکاست. بنابراین دولت شما باید پولهای ما را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی به همین منوال ادامه یابد، دولت و مردم افغانستان با مشکلات روبرو خواهند شد و این امر به مهاجرت گسترده در منطقه و جهان منجر می شود. متقی در این نامه گفته است که وضع تحریم ها از سوی امریکا نه تنها بر بازرگانی و کاربار بلکه بر کمک های انسان دوستانه نیز اثر منفی گذاشته است. از دولت ایالات متحده می خواهیم که در حل این بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان گام های مسئولانه بردارند تا درهای روابط ما در آینده باز شود و همچنان از دولت امریکا تقاضا داریم تا ذخایر بانک مرکزی افغانستان باز شود و محدودیت ها از حساب های من برداشته شوند. دی امریکا کانگرس یا امریکا چارواکو یا نور هوادوت لیک لیگل یو خامل بل کیگی اما دا بد مونږ له یادو نه باسه ډیپلوماسی په وزر زاره او په خواستو په دې مسایل باندې کېلته په دنیا کې اصول موجود دي. ایالات متحده پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان ذخایر ارزی کشور را مسدود ساخت و اعلام کرد که برداشتن تحریم ها بر طالبان بستگی به عملی شدن تعهدات آنان دارد.